استفان دمیسترو نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرده مذاکرات صلح میان نمایندگان دولت سوریه و مخالفان آن تا 25 فوریه متوقف شده با این حال وی تصریح کرد مذاکرات شکست نخورده اما برای ادامه این مذاکرات نیازمند کمک های فوری آمریکا و روسیه هستیم مذاکرات صلح سوریه میان نمایندگان دولت و مخالفان از روز جمعه به صورت غیر مستقیم شروع شد و استفان دمیستورا به طور جداگانه با این هیئت ها مذاکره کرد. در همین حال قرار است جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مذاکرات امنیتی مونیخ در روز جمعه 22 بهمن حضور داشته باشند و دیپلمات ها گفتند که احتمالاً آنها در خصوص سوریه دیدار و مذاکره خواهند کرد. همزمان هیئت عالی مذاکرات که نماینده مخالفان دولت سوریه است اعلام کرده تا زمانی که دولت سوریه با ارسال کمک های انسان دوستانه به مناطق محاصره شده و آزادی زندانیان موافقت نکند به مذاکرات صلح باز نخواهد گشت ریاض حجاب رئیس هیئت عالی مذاکرات روز چهارشنبه چهاردهم بهمن ماه گفت آقای دیمیستورا مذاکرات را متوقف کرده و این فرصتی است برای جامعه المللی. که رژیم سوریه و متحدان را تحت فشار بگذارند تا با آزادی زندانیان ارسال کمک های انسان دوستانه به شهرهای تحت محاصره و همچنین توقف بمباران شهرها موافقت کند و تاکید کرد رژیم اسد مشروعیت خود را در سوریه از دست داده و تصمیم جنگ یا صلح در این کشور همکنون در دست ایران و روسیه است آقای هجاب رژیم اسد و همپیمانانش را مسئولیت ناکام ماندن گفتگوها دانست و گفت اسد و همپیمانان او همزمان با آغاز گفتگوها بمباران خود را افزایش دادند جنگنده های روسی روز گذشته 215 حمله علیه حلب انجام دادند همزمان جانکری وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به تعلیق مذاکرات جاری ژنو تصریح کرد در انتظار آغاز مجدد مذاکرات است و در این فاصله لازم است جامعه جهانی توان خود را در یک سو متمرکز کند در جهت متوقف کردن سرکوب و آزار مردم سوریه و پایان دادن و نه ادامه این درگیری جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز با اعلام اینکه روسیه حملات هوایی خود در داخل و اطراف شهر حلب را شدت بخشیده گفت این حملات علیه داعش صورت نگرفته بلکه هدف آنها تقریبا به طور کامل مواضع سایر مخالفان رژیم بوده و بر اساس گزارش های رسیده به تلفات سنگین غیر نظامیان فرار شمار بیشتری از شهروندان سوری و احتمالا از میان رفتن راههای بیشتر ارسال کمک بشردوستانه به این مردم منجر شده. آقای کربی گفت بر اساس قطنامی شماره 2254 شورای امنیت که روسیه نیز با آن رأی مثبت داد تمامی طرف های درگیر در سوریه ملزم بودند بمباران و دیگر حملات خود علیه غیر نظامیان را فورا و بدون قید و شرط متوقف کنند و دشوار بتوان تصور کرد که چگونه حمله به مناطق غیر نظامی میتواند به روند صلح کمک کند اعتراض به ادامه حملات روسیه در سوریه در حالی صورت گرفته که محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج در تهران صبح پنجشنبه 15 بهمن ما آزادسازی برخی مناطق سوریه توسط ارتش این کشور را به حسن نصرالله رهبر حزب الله و سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس پاسداران تبریک گفته حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز شکست شدن محاصره شهرهای نبل و از را به ارتش و مردم سوریه تبریک گفته همزمان رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند دستکم کم 13 ایرانی که بیشتر آنها عضو سپاه بودند از جمله یکی از فرماندهان این نیروی نظامی در درگیری های اخیر در سوریه جان باختند خبرگزاری ابنا وابسته به سازمانی به نام مجمع جهانی اهل بیت که مقرش در تهران است از قول یک منبع آگاه از کشته شدن محسن قاجاریان فرمانده تیپ 21 زرهی امام رضای نشاپور در استان حلب در سوریه خبر داده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شامگاه چهارشنبه شنبه چهارده بهمن ماه به منظور شرکت در اجلاسی بین المللی در ارتباط با سوریه وارد لندن شد. این سفر هرچند سفری رسمی به بریتانیا نیست اما نخستین سفر وزیر خارجه ایران به لندن طی 12 سال گذشته است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از آقای ظریف در لندن گفته است در روز پنج شنبه کنفرانسی در ارتباط با سوریه برگزار خواهد شد این اجلاس بین المللی است و برای کمک به مردم سوریه برگزار می شود اشاره وزیر خارجه ایران به کنفرانسی است که با حضور بیش از هفتاد تن از سران کشورهای جهان، سران سازمانهای کمک رسانی، سازمانهای فرادولتی و خصوصی و دبیر کل سازمان ملل در لندن برگزار می شود. نشست حمایت از سوریه و منطقه به میزبانی بریتانیا، آلمان، کویت، نروژ و سازمان ملل به مدت دو روز در لندن و با هدف افزایش چشمگیر کمک ها برای تأمین نیازهای فوری و بلند مدت مردم سوریه برگزار می شود. خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داده است که سران شرکت کننده در نشست لندن قصد دارند 9 میلیارد دلار برای کمک به میلیون ها شهروند سوری و آوارگان جنگ داخلی آن کشور تأمین کنند. این کنفرانس در حالی برگزار می شود که مذاکرات صلح سوریه تا سه هفته دیگر به حالت تعلیق درآمده است. گزارش ها هاکیست احتمالاً در روزهای پیش رو دیدارهای میان نمایندگان قدرتهای جهانی و طرفهای مذاکره در مورد بحران سوریه صورت خواهد گرفت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعلام کرده در کنار شرکت در اجلاس کمک رسانی لندن گفتگوهایی با برخی از مقامات شرکت کننده در مورد سوریه صورت می گیرد. آقای ظریف افزوده است در مورد اجرای برنامه جامعه اقدام مشترک و مسائل دو جانبه با برخی از شرکت کنندگان در این کنفرانس نیز گفتگوهایی انجام خواهد شد. این نخستین بار از سال 2004 میلادی است که وزیر خارجه ایران به لندن می رابد. البته سفر آقای ظریف به بریتانیا سفری رسمی به بریتانیا به شمار نمی رابد. فیلیپ هاموند و محمد جواد ظریف وزیران خارجه بریتانیا و ایران طی ماههای گذشته بارها با یکدیگر دیدارهایی داشتند که عمده آنها مربوط به مذاکرات اتمی میشد بریتانیا یکی از شش کشور طرف گفتگو با تهران بود در پایان دی ماه دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در تماس تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ابراز امیدواری کرده بود که ایران نیز نمایندگانی را به کنفرانس کمک به مردم سوریه در لندن بفرستد همزمان علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل که به مسکو سفر کرده با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و در مورد آخرین وضعیت همکاری های دو جانبه و منطقی گفتگو کردند او پیش از ترک تهران گفته بود در این سفر سیاست های استراتژیک رهبر جمهوری اسلامی در نگاه به شرق دنبال می شود آقای ولایتی گفته است جمهوری اسلامی ایران و روسیه در جهت تنظیم روابط راهبردی و استراتژیک گام برمیدارند و این مسیر بازگشت ناپذیر در توسعه و گسترش همکاری های راهبردی و استراتژیک می تواند به ایجاد ثبات و صلح در منطقه و عرصه بین المللی کمک کند. هر دو کشور ایران و روسیه از متحدان اصلی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند. تهران و مسکو هم از نظر مالی و هم از نظر نظامی در حال کمک به بشار اسد و ارتش او هستند. کشورهای غربی میگویند عدم کنارگیری اسد از قدرت جنگ و بحران داخلی آن کشور را پایان ناپذیر میکند. آقای پوتین پیش از این به ایران سفر کرده بود که طی سفر با آیت الله خامنه ای دیدار کرد. رهبر جمهوری اسلامی مواضع روسیه را در قبال سوریه ستود. ادرویس رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از وزیر خارجه آن کشور خواسته است در مورد مذاکرات بر سر آزادی زندانیان آمریکایی از ایران و همزمان شدن آزادی آنها با پرداخت یک میلیارد و 700 میلیون دلار به تهران توضیحاتی ارائه کند به گزارش خبرگزاری رویترز این نماینده ارشد ای کنگره روز چهاردهم بهمن ما در نامه‌ای به جانکری از او خواسته توضیح دهد ده چرا پرداخت یک میلیارد و 700 میلیون دلار بابت قرارداد معلق شده خرید تسلیحات از سوی ایران با آزادی زندانیان آمریکایی همزمان شده است قرارداد اجرا نشده خرید تسلیحات در پیش از انقلاب در ایران مبلغی به اندازه 400 میلیون دلار بود که دولت آمریکا گفته یک میلیارد و 300 میلیون دلار سود ناشی از دیرکرد بان اضافه شده است پرداخت این مبلغ به ایران در همان زمانی مطرح شد که توافق اتمی تهران و شش قدرت جهانی به مرحله اجرایی رسید و نیز زندانیان آمریکایی در ایران و گروهی از ایرانی تبارها در آمریکا آزاد شدند ادرویس از جانکری خواسته از فهرست از تمام مقامهای رسمی طرف گفتگو با ایران در مورد قرارداد معلق شده آزادی زندانیان و توافق اتمی را تا دو هفته دیگر در اختیار کنگره بگذارد و در این حال خواستار تجزیه و تحلیل توافق بر سر پرداخت یک میلیارد هفتصد میلیون دلار از منظر قانونی جدول زمانی مذاکرات در این مورد و توضیح در مورد نحوه محاسبه سود ناشی از دیرکرد شده است رویس در نامش میگوید همزمانی پرداخت این مبلغ به ایران و آزادی زندانیان این نگرانی را برای برخی ایجاد می کند که این مبلغ در واقع باج بوده است پیش از این هم وزیر خارجه آمریکا و هم وزیر خارجه ایران گفته بودند همزمانی آزادی گروهی از زندانیان در ایران و آمریکا و اجرایی شدن برجام اتفاقی است جان کروی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در واکنش به نامه ادرویس گفته جان کری به آن پاسخ خواهد داد آقای کربی توضیح بیشتری در مورد زمان و نحوه پاسخ آقای کری نداده است پیش از آقای رویس در آغاز بهمن ما گروهی از نمایندگان جمهوری خواه آمریکا نیز خواستار تحقیق در مورد پرداخت مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار آمریکا به ایران شده بودند در همان زمان اسوسیتد پرس به نقل از یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا نقل کرده بود که این موضوع هیچ ارتباطی با آزادی امیر حکمتی جیسون رضاییان و سعید آبدینی و یک آمریکایی دیگر ندارد و هیچ مبلغی برای بازگردانده شدن آنها پرداخت نشده است ایران و آمریکا گروهی از زندانیان را در روز 26 دیما همزمان با اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک آزاد کردند حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه چهارده بهمن در مراسم روز ملی فناوری فضایی با اشاره به اجرایی شدن برجام یک و عبور از آن بر لزوم آغاز برنامه برجام دو تأکید کرد و گفت برای عبور از مشکلات و تحقق توسعه در ایران باید برنامه جامعه مشترک ملی در دستور کار قرار گیرد. وی در توضیح برنامه برجام دو گفت موافق دولت، مخالف دولت، منتقد همه باید دست به دست هم دهند. به گفته آقای روحانی کسی بر سر اهداف ملی و توسعه ایران اختلاف ندارد و در حل مشکلات اصلی نظرات به هم نزدیک است. وی از اشتغال رونق اقتصادی حل معضل آب و محیط زیست به عنوان نمونه هایی از مشکلات اصلی نام برد که به گفته ی آقای روحانی همه بر حل و فصل آنها اتفاق نظر دارند پیش از این نیز حسن روحانی در نخستین گفتگوی خود با خبرنگاران پس از اجرای شدن برجام درباره حل معضل رد صلاحیت های گسترده ی نامزدهای انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از سوی شورای نگهبان از اجرای الگویی مشابه برجام در داخل ایران سخن گفته بود. ایران و شش قدرت جهانی در تیر ماه امسال به توافقی جامع برای حل و فصل ابهامهای های مربوط به برنامه هسته تهران دست یافتند که بر اساس آن در ازای تعطیلی بسیاری از فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی تحریم های بین المللی علیه کشور نیز برداشته می شوند. با اجرای شدن این قرارداد از دیماه امسال، آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و کانادا بخشی از تحریم‌ها علیه ایران را لغو کردند و های اقتصادی خارجی ای به تهران سفر کردند. رئیس جمهوری ایران در سخنان روز چهارشنبه خود در عین حال تاکید کرد برجام به این معنا نیست که هرچه می خواهیم از بیرون وارد کنیم. برجام معنایش این است که راه باز شده است برای ارتباط با دنیا، برای آنکه از فناوری و دانش دیگران استفاده کنیم. وی در این سخنرانی با اشاره به رفت آمد مقام های اقتصادی و سیاسی کشورهای خارجی به ایران و سفر خود به دیگر کشورها تاکید کرد که در این دیدارها به سراحت به همه آنها گفته است که ایران به دنبال آمدن سرمایه و فناوری به کشور است. یکی از انتقادهایی که کارشناسان اقتصادی از فضای کسب و کار ایران مطرح می کنند حضور شرکت های نهادی و شبه است که از آنها به عنوان موانعی بر سر راه جذب سرمایه های خارجی و همچنین واگذار کردن امور به بخش خصوصی واقعی از آن یاد می کنند. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله این شرکت ها و نهاد هاست که به ویژه در دوره دولت های محمود احمدی نژاد بسیاری از پروژه های عمرانی حوزه نفت و گاز و راه و ترابری در ایران را بدون رعایت تشریفات مناقصه به این قرارگاه واگذار شد. در تحولی دیگر چند هفته پس از رفع تحریم های مربوط به برنامه اتمی ایران شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز اعلام کرد پروازهای مستقیم به تهران را از ماه ژوئیه از سر خواهد گرفت. پیشتر خطوط هوایی ایر فرانس، ام و خطوط هوایی اتریش اعلام کردند که از فروردین پروازها به تهران را از سر خواهند گرفت. بریتیش ایرویز در ابتدا هفته ای شش پرواز میان هیترو لندن و تهران انجام خواهد داد اما از زمستان آینده روزانه یک پرواز خواهد داشت نیل کاترل سرپرست برنامهریزی شبکه این شرکت گفت ایران اقتصادی بزرگ و در حال رشد است و تهران یک مقصد تجاری عالی او گفت رفع تحریم ها که اخیرا اتفاق افتاد چشمانداز مهیج تازه ای را به عنوان یک مقصد توریستی برای ایران با آن میراث غنی معماری منحصر به فرد و غذای تراز اول جهانی باز می کند و عجیب نیست که گفته شده تهران یکی از مقاصد محبوب 2016 خواهد بود. گزارش های خبری از ایران هاکی است که بهمن دروشفایی روزنامه نگار و مترجم ایرانی صبح روز چهارشنبه چهاردهم بهمن ماه در منزل مسکونی خود در تهران بازداشت شده است. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی نهاد بازداشت کننده این مترجم و ویراستار مشخص نیست اما مامورانی که برای بازداشت او به منزل مسکونیش مراجعه کرده بودند از شعبه دو دادسرای مقدس اوین حکم تفتیش و بازداشت داشتند بر اساس این گزارش ماموران بازداشت کننده آقای داروشفایی دلیل بازداشت این روزنامه نگار مترجم و ویراستار را اعلام نکردند و از محل نگهداری او نیز اطلاعی در دست نیست آقای دارو در دوره همکار بی, بی سی فارسی بود اما از دو سال قبل با قطع همکاری خود با این رسانه به ایران بازگشت و از آن زمان تا فعالیت مطبوعاتی نداشته و حوزه کاری خود را به ویراستاری کتاب و مترجمی تغییر داد. ساخت فیلم مستند جمعه های فرهاد که نگاهی بر آثار و زندگی هنری و اجتماعی فرهاد خواننده پرآوازه ایران بود از جمله فعالیت های بهمن دارو در دوره همکاری با بی بی سیست که از تلویزیون این شبکه پخش شد. بازگشت این روزنامه نگار به بلاک نویس و مترجم از لندن به تهران اگرچه منجر به بازداشت اون نشد اما با بازجویی‌های طولانی و مکرر همراه بود. بهمن داروشفایی در دو سال گذشته در همکاری با نشر ماهی چهار کتاب ترجمه و منتشر کرده و پنجمین کتاب او نیز در دست انتشار است. آقای داروشفایی پیش از مهاجرت از ایران به پیوستن به بی, بی سی فارسی در روزنامه ها و نشریات مختلفی فعالیت می کرد. از جمله او در ایران به عنوان خبرنگار با روزنامه های همشهری شرق اعتماد ملی و نشریه چلچراغ همکاری داشت. پسر او یاشار دار و شفایی فعال دانشجویی سابق با گرایش های چپ است که در سال 1391 بازدار شد و در دادگاه به اتهام اجتماع و تبانی بر قصد برهم زدن امنیت ملی و توهین به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت به پنج سال و نیم زندان محکوم شد. یاشار دار و شفایی در حال گذراندن محکومیت خود در زندان اوین است. پدر، خواهر و دیگر اعضای خانواده دارو شفایی نیز در سالهای اخیر تجربه بازداشت و بازجویی را از سر گذراندند. سازمان گزارشگران بدون مرز به تازگی با انتشار گزارشی با انتقاد از وضعیت آزادی بیان در ایران و تحت فشار بودن روزنامه نگاران ایرانی از ایران به عنوان سومین زندان بزرگ روزنامه نگاران جهان نام برده است. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه چهاردهم بهمن ماه در یک سخنرانی با اشاره به اینکه به نظر او اصل سیزده قانون اساسی ایران ابهام دارد گفت منو ندارد اجرای قانون در همه جا و همه موارد بر عهده رئیس جمهور باشد و که در مراسم افتتاح ساختمان تازه دیوان عدالت اداری سخن می گفت تصریح کرد این برداشت نادرستی است که رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی در همه امور است اصل سیزده قانون اساسی ایران رئیس جمهور را بعد از رهبر جمهوری اسلامی به عنوان عالیترین مقام رسمی اجرایی کشور معرفی و تاکید میکند مسئولیت اجرای قانون اساسی و همه امور قوه مجریه به جز اموری که مستقیم به شخص رهبر مربوط است با رئیس جمهور است رئیس قوه قضایی اما میگوید رئیس قوه مجریه هیچ مسئولیت و نظارتی بر قوه قضایی نمیتواند و نباید داشته باشد. آقای آمولی لاریجانی گفته نمی شود اجرای اصل استقلال قوه قضایی بر عهده رئیس جمهور باشد. مسئله استقلال قوه قضایی مسلم است و اصل 57 قانون اساسی هم نظارت بر امور این قوه را به رهبری داده و نه به رئیس جمهور. قانون اساسی ایران اما به این سراحت تکلیف را معین نکرده و تفسیر از اصل 57 قانون اساسی را به شورای نگهبان محول کرده است. رئیس قوه قضاییه ایران همچنین مدعی شد قوه قضاییه ایران در سطحی از استقلال است که در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد و گفت با افتخار میگویم قوه قضاییه ایران نه تحت سیطره دولت است و نه تحت سیطره قوه مقننه این اولین بار نیست که آمولی لاریجانی و حسن روحانی با یکدیگر درگیر مجادله لفظی می شون. حسن روحانی در مراسم گشایش نمایشگاه مطبوعات در آبان ماه گذشته با اشاره به اینکه برخی از رسانه ها در ایران حاشیه امن دارند از قوه قضایی انتقاد کرد و گفت قوه قضایی باید معمن جامعه باشد. اگر نمک سالم باشد می توان جلوی هر چیز را که اشکال داشته باشد گرفت اما اگر نمک هم فاسد شد کار بسیار سخت می شود. آمولی آملی لاریجانی در واکنش به این اظهارات روحانی او را آشکارا به سخنان خلاف متهم کرد و گفت از فردی در این سمت سیاسی انتظار نمی رود چنین اظهارات نادرستی را به زبان بیاورد. آقای آملی لاریجانی در واکنش این سخنان را افترا و توهین به قوه قضایی توصیف کرد و گفت اگر قوه مجری فاسد شود، اگر دولت فاسد شود و اگر رئیس جمهور فاسد شود کار سخت می شود. شورای نگهبان و قوه قضایی دو نهاد زیر نظر آیت الله خامنی و نزدیک به جناح اصولگرای حکومت ایران هستند. برک اوباما رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه چهاردهم بهمن ماه در دیدار از یک مسجد در خارج از بالتیمور تلاش کرد تا از ترس آمریکایی ها که در فرهنگ عامه عادت کردند مسلمانان را به عنوان تروریست بشناسند بکاهد او همچنین به جوانان مسلمان آمریکایی در مورد جایگاهشان در آینده آمریکا اطمینان خاطر داد این مسجد سال گذشته دو بار پیام تهدیدآمیز دریافت کرده بود اوباما تصریح کرد وقتی هر گروه مذهبی مورد حمله قرار میگیرد همه ما مسئولیت داریم که درباره آن صحبت کنیم او با انتقاد از لفاظی های غیرقابل توجیه دونالد ترامپ و دیگر نامزدهای جمهوری خواهان علیه مسلمانان گفت که حمله به اسلام حمله به همه ادیان است در ماه دسامبر سال گذشته وقتی یک زن و شوهر مسلمان با الهام از گروه داعش در یک حمله تروریستی در کالیفرنیا 14 نفر را کشتند دونالد ترامپ نامزد پیشرو جمهوری خواهان خواهان ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا شد رئیس جمهور آمریکا پیش از ورود به مسجد بر اساس سنت های اسلامی کفش های خود را درآورد. او گفت به این فکر کنید که کلیساها، ها، کنیسه ها و معابد شما و یک مسجد چقدر به هم شبیه هستند. اوباما به تاریخچه مسلمانان در آمریکا اشاره کرد و گفت که توماس جفرسون از بنیانگذاران آمریکا زمانی که از آزادی مذهب در این کشور سخن گفته به طور مشخص به مسلمانان اشاره کرده است. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد مخالفان جفرسون او را متهم کردند که او مسلمان است و بنابراین میبینید که من اولین نفر نیستم پدر اوباما یک مسلمان آفریقایی تبار بود. نام دوم او حسین نیز بر شایعات در مورد مسلمان بودن او دامن زد. با این حال او تصریح می کند که یک مسیحی معتقد است و بر اساس باورهای مسیحیت بزرگ شده است. رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از نگاه رایج در مورد تروریست بودن مسلمانان گفت برنامه های تلویزیونی ما باید مسلمانانی را نشان دهند که تهدیدی برای امنیت ملی نیستند اوباما همچنین از جوانان خواست به دام باورهایی نیفتند که از آنها میخواهد میان ملیت و مذهب خود یکی را انتخاب کنند او افزود جای شما اینجاست دقیقا همینجا شما مسلمان یا آمریکایی نیستید شما مسلمان آمریکایی هستید قبل از سخنان برک اوباما یک گروه پیشاهنگی با پرچمهای آمریکا و ایالات مریلند به سحن اصلی مسجد وارد شدند. در این دیدار جمعی از مسلمانان عضو ارتش آمریکا و همچنین ابتهاج محمد عضو تیم شمشیربازی آمریکا در المپیک ریو حضور داشتند. خانم ابتهاج اولین آمریکایی خواهد بود که با هجاب اسلامی در مسابقات المپیک شرکت خواهد کرد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا ایران را در شمار چالش های نظامی دارای اولویت برای آمریکا در سال 2017 قرار داد و گفت رقم بودجه درخواستی در راستای توافق سال گذشته کنگره در مورد خطوط کلی بودجه دفاعی خواهد بود ولی اولویت ها و تمرکز آن به شکلی تغییر خواهد کرد تا به چالش های نظامی که آمریکا با آن روبروست از جمله روسیه، چین، کره شمالی، ایران و گروه خلافت اسلامی پاسخ دهد آقای کارتر در سخنرانی خود در باشگاه اقتصادی واشنگتن گفت پنتاگون برای سال آینده بودجه ای حدود 582 میلیارد دلار تقاضا خواهد کرد و اولویت هزینه های خود را به شکلی تغییر خواهد داد که فضای امنیتی جدید جهان تحت تاثیر قدرت نمایی های روسیه و ظهور گروه خلافت اسلامی را منعکس کند. آقای کارتر در این سخنرانی و درست یک هفته پیش از نهایی شدن خطوط کلی بودجه دولت آمریکا برای سال 2017 گفت ایالات متحده در سال آینده میلادی بودجه 3 میلیارد و 400 میلیون دلاری را برای مقابله با سیاستهای تهاجمی روسیه اختصاص می‌دهد. آقای کارتر با اشاره به اینکه آمریکا حضور نظامی خود در کشورهای شرق اروپا را تقویت خواهد کرد گفت واشنگتن مواضع خود برای حمایت از متحدان پیمان ناتو و مقابله با سیاست تهاجمی روسیه را تقویت خواهد کرد وزیر دفاع آمریکا افزود آمریکا تا یه سال گذشته تعداد بسیار زیادی بمب هوشمند و موشک های هدایت شونده لیزری برای حمله به مواضع این گروه در عراق و سوریه مصرف کرده و برای تأمین کسری این نوع تسلیحات و سفارش 45 هزار مورد جدید باید یک میلیارد و میلیون دلار هزینه کند وزیر دفاع آمریکا تصریح کرد در واکنش به تعرض نظامی روسیه در اوکراین و قدرت نمایی چین در جزایر مورد اختلاف دریای جنوب چین در نظر دارد سرمایه گذاری پنتاگون روی سلاحهای پیشرفتهتر را افزایش دهد